که اصلا میگی بخیر. فاحشه به هر همونطور که میدونیم در رابطه با شمیتا و یوول صحبت میکنه. شمیتا و یوول دستی که با خودش به همراه داره دست اموناس بیتاخون، اعتماد داشتن به هشم و مطمئن بودن که عقلش برای خوب برای ما اون چیزی رو که استحقاق داریم بهترین ما در بهترین موقع به ما میرسونه. در این زمینه یه داستان واقعی میخوام تعریف بکنم که اینو بنده خودم شاهد بودم، از A to Z، از اول از C تا پیازش رو خودم شاهد بودم. بنابراین این دست امونا بیتاخون رو تو این داستان ما میبینیم. میدونیم که از حبقو قنابی ما یاد میگیریم. حبقو قنابی میفرماید صدیق به اموناتو ایخیه، که بالاترین چیزی که وجود داره برای صدیق چیه؟ که با اون اموناش زنده است. یعنی امونا و بیتاخون چیزیه که یک نفر رو واقعا زنده نگه میداره، شادار نگه میداره، چیزیه که میتونیم ما همیشه بهش بیام تکیه کنیم. داستان از این قراره که یک باخور یشیوا، یشیوای بالتیمور، ایشون خب مدتی خیلی رو خودش فشار میاره، درس میخونده، تورا میخونده، تحصیل میکرده و این بعد از اینکه اینقدر خودش فشار میاره، بیخوابی داشته، مسائل دیگه، مسائل جسمانیش سخت بوده و این بیمار میشه. یه مدتی زیر نظر دکتر بوده، دارو بوده، متاسفانه بیماری روانی بوده و دیپرشن بوده. اینو میان بهش قرص میدن. خب این دکترای روانپزشکم خیلی سعی خودش رو میکنن، ولی خب قرصا عوارض مختلف داره، طول میکشه تا روی شخص تاثیر بذاره و خیلی مواقع یک ماه یا بیشتر طول میکشه تا واقعا اثر خودش رو نشون بده. و این قرصا هم بعد دقیقاً همونطور که دکتر گفته شخص استفاده کنه، یه ذره کم و زیاد بشه خاصش الان ممکنه خطرات خیلی عمیقی داشته باشه. اوکی، این دانش آموز یشیوا سعی میکرده که این قرصا رو بخوره، کمتر به خودش فشار بیاره، تا اینکه یه مدتی میشه که این قرصا رو کم و زیاد میکنه به خاطر عوارضی که داشته. یه مقدار عوارضی که داشته اینه که مثلا چاقی گرفته بوده، مسائل مختلف، کم و زیاد میکنه. و یه شب تو این موقعیتی که بوده که داروها رو درست نخورده بوده، خودش نبوده واقعا، میاد و این با یک نفر عصبانی میشه و با این شخص گلاویز میشه و شخص رو زخمی میکنه. و متاسفانه اون شخص طرف مقابل هم از این موقعیت که پیش اومده بوده ناخواسته، اشتباهی که بوده میان استفاده منفی میکنن، شخص رو میان میگیرنش، میبرن زندان. شخص یهودی رو، دانش آموز یشیوا رو میبرن زندان به جرم اینکه شخص دیگه رو بهش دست بلند کرده، زخمی کرده، طرف رو نگرش میدارن و خلاصه بک اند فورت، وکیل بگیریم و دادگاه بریم و کمک بکنیم و ربانیم و دیگران. این شخص 8 ماه تو زندان میمونه. توی این مدت تو زندان نگرانی که بوده چی بوده؟ که این داروهاشو بهش ندن. اگه داروهاشو بهش ندن ممکنه بیاد دست درازی کنه با کسایی که اونجا هستن، گلاویز بشه با نگهبانا، با کسایی که تو سلولن. با چه زحمت هرچی صحبت کردیم کمک بکنیم که داروهاشو بهش بدن، گفتن نه، ما از این چند تا این دارویی که بعد بخوره که دکترها تجویز کرده بودن، بهترین دکتر تجویز کرده بوده، این فقط یکیشو بهش میدیم. چرا بقیهشو نمیدید؟ چون که بقیهش اعتیاد میاره، بقیهش خواب میاره و اگه فعلا از قصای اعصاب اینجوریه که خواب میاره و یه مقدار حالت اعتیاد میاره، اگه کسایی که تو زندان هستن اینو بفهمن، میان به این شخص حمله میکنن. کسای معتاد تو زندان زیاده، مخصوصا تو بالتیمور، و به این طرف میان صدمه میزنن و بعضی وقتا به نگهبان هم صدمه میزنن، ندادن قصا و هشم رحم. حالا این ممکن حالش بدتر بشه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ حالا بگذاریم که چقدر به زحمت بتونیم واسش کشوت رو جور کنیم و دیگران مسائل دیگه رو، هر مثلا چند هفته یه بار میشده لباس براش ببریم. خیلی سختی تو زندان بالتیمور. تا اینکه بعد از 8 ماه، البته نه بعد از 8 ماه، بعد از چند ماه، بعد از 2-3 ماه بنده خودم میافتم زندان که این شخص رو ببینم، یه دفعه متوجه شدم این شخص تغییر کرد. نه تنها بدتر نشده، بهتر شده. ما متوجه شدیم که این قرصایی که این میخورده
شاید همهشو نبرد میخورده. و بعد از اینکه این از زندان اومد بیرون متوجه شدیم که واقعا تنها طریقهی که ممکن بود که به این نتیجه برسه این شخص که چه قرصی لازم بوده این بوده که بره تو این سختی ها بیفته که به زور این قرصا رو جدا بکنن، همهشو بهش ندن، چون هیچ پزشکی نمیگفته که از این چند تا قرصه فقط یکیشو باید بخوره، همه میگفتن بعد همهشو با هم بخوره. ولی هشم اینجوری کرد که از البته از طریق سخت این طرف بفهمه که چه قرصی رو لازم داره، از طریق سخت که تمام عمرش سالم باشه با یه قرص خیلی کوچولو. صدیق بمونه توی خیه عقلش برای خوب، برای ما سختی های میاد تو زندگی، اصلا نمیخواد برای ما سختی بیاره، ولی اگه شخص ایمان و بتخون داشته باشه به عقلش برای خوب که راهی که اصلا برای من گذاشته برای خوبیمه، نهایتا از اون سختی، از اون تاریکی نهایتا روشنایی و نجات میاد. و بنده این نجات رو تو این شخص دیدم که فقط از این طریق ممکن بوده. دی بخنن یا من شما را صرف بش بخود از اکر ریستن دفیکا که ما دارن تورا مصور شنما را ادنا خواهز منسی رو یادی تورا و یادی ایت کردن.